بسم الله الرحمن الرحیم سلام می‌کنم کنم به دانش آموزان عزیزم خیلی خوشحالم در خدمتتون هستم امروز صحبت کاملی داریم از اینکه سلول های بنیادی برای ما میان سلول های رو می سازن اما مثلا گلوبولای سفید گلوبول قرمز و پلاکت هم اینکه اینا چه جوری تولید شدن کاراشون چیه دونه دونه اینا رو بتون تو این قسمت عرض خواهم کرد اما بریم سراغ ادامه بحثمون بچه این کنار کنار کتاب یه واژه شناسی داریم که خون یا هم هماتوکریت رو اومده براتون ظرف کرد حالا بخونم مطرش و به درصد حجمه یافته خونی گفته می شود که به جای آن از کلمه خون خونبهر چون می فارسی فارسو پاس بداریم استفاده شده و در آن بر به معنای بهره و نسبت هست و به نسبت گوچه های خون به کل حجم خون دلالت داره بهتون گفتم آقا لپ کلام اینه هماتوکریت یعنی درصد حجم اون سلول خونیمون کیا گوچه های قرمز گوچه های سفید گردای, گردای یا پلاکت هامون اینا رو که 45 درصد خونمونه رو بهش میگیم هماتوکریت 55 درصد هم که بهتون گفتم پلاسما داریم اینو باید بفهم که بهتون گفتم هموت گرید بچا تا 50 استاندارد اشکالی نه 50 خطرناک مت رو برم بخش دوم بخش دوم خود شامل گوچهای قرمز گوچهای سفید گردها یا ها هستن که دو گروه اول کیا یعنی گوچهای قرمز و گوچهای سفید اینا به اینا میگیم یاختهای خونی به گرده ها میگیم قطعاتی از یاخته چون بهتون گفتم بچه گرده یا پلاکت سلول جداگانه نیست اینا قطعاتی از یه دونه سلولش هم اسمش مگاکاریوسیته که الان جلوتر بررسیش خواهیم کرد گویچه قرمز و گویچه سفید سلول اینا سلولن که این بالغش سلول بدون هسته است این گویچه های سفید سلول های هسته که اینا دونه دونه با هم بررسی میکنه در یک فرد بالغ استوب همین الان یه دونه تست آقا چرا الان گفت فرد بالغ مهمه آره بچه ها صرف این که بگه در یک انسان در یک فرد این بالغ در یک فرد بالغ از اینجا تولید یاختای خونی که ادامه مت میگه و پلاکت ها در مغز قرمز استخوان در یک فرد آقا چرا در دوران جنینی بچه در اندام مثلا کیسه زرد کبه تحال فلان جلوتر پای تخته میرون ریز بریز براتون توضیح میدم یعنی میدونی تولید یاختای خونی همون گلول قرمز و اینها بر عهده ایناست اما از دور... فرد بالغ میشه از دوران بلوغ به بعد دیگه تولید یاختای خونی تخصصا میشه وظیفه مغز قرمز استخوان پس اینو حواست باشه مثلا اگه گفت اینجوری بهتون بگم در دوران جنینی صرفا مغز از که ابتدا کیسه زرده بعد کبد بعد تحال میدونی چی میخوام میگم مراحل بندیده ولی اگه فهمیدی اون فرد بالغه در یک فرد بالغ قطعا فقط مغز قرمز استخوان نقش داره در ساخت سلول های خونیش این نکته دو چرا میگه مغز قرمز و استخوان آقا مغز آبی داریم مغز مثلا توسید نه سال آینده ایشالا با امود خدا میگه فنس دیده میگه میریم سراغ بحث مایچه استخوان ها اونجا بحث استخوان کامل خدمتون میگم در این قرمز بودن اینو یادت باشه ما دو تا مغز یه دونه مغز زرد استخوان داریم یه مغز قرمز مغز بنویس سلام برای خدا حالا سال دیگه هم اونجا راحت تر باشیم مغز زد تجمع چربی هاست اصطلاحا هم میگیم غیر فعاله چرا میگیم غیر فعاله؟ چون در تولید یاخت های خونی دخیل نیست سلول خونی تولید نمیکنه. اما مغز قرمز و میگه فعاله اکتیوه سلول های خونی برای ما تولید میکنه پس این هم توجه به این داشته باشید این دو تا نکته مهم بودا یک فرد بالغ دیگه صرفا وظیفه تولید سلول خونی با مغز قرمز استخوان این نکته بعد اون فرد بالغ که داره بهت میگه مغز قرمز استخوان مغز زرد هم داری مغز زرد غیر فعاله فقط تجمع چربی هاست این یه دونه خط رو برات خواستم تشریح کنم چون خط مهم ماسمال میکنن خیلی ها رد میشن میرن در مغز استخوان حالا کیا میان سلولای خونی بار ما تولید میکنن یاخت های بنیادی هم سلولای بنیادی که استالش رو شنیدیم ولی حالا کامل ما توضیحش میدیم وجود دارن که با تقسیمات خود این بخش خون رو تولید میکنن البته در دوران جنینی بد میگم یاخته‌های خونی در اندام های دیگری مثل کبد تهال نیز ساخته می شود نخوام در تو دوران جنینی، بیا پای تخت دوران جنینی و, و بعدش آروم آروم که میره تو بلوغ و اینها های خونی و گلول قرمز و اینها رو میسازه رو کامل بهت بگم ببین یکی از سلول های خونی اصلیمون گلول قرمز هست چون بهتون گفتیم دیگه هماتوکرید ما دو بخشه یاخته خونی گلول قرمز گلول سفید قط قطعاتی از یک سلولی از یکی یاخته میشه پلاکت ما این یاخته خونی ما یکیش گلول قرمز. گلول قرمز ببین ساخت گلول رو یاد بگیر ابتدا در دوران جنینی کیسه زرده برای ما شروع میکنه به تولید گلول قرمز کردن آ کیسه زرده چی؟ الان من کیسه زرده دارم؟ نه ببین این کیسه زرده اصلا اسمش هم یک کیسه کچولویی که اصلا یکم زرد رنگه این وقتی جنین ایجاد شد در رحم ما یعنی بعد اینکه لقاه انجام شد زیکوت تشکیل شون سلول اولی بعد حالا تقسیماتو کرد و فلان و فلان کاری ندارم آروم آروم اون جنین تشکیل شد در رحم مادر کیس زرد وظیفهش وزیف... تغذیه رسونی به این جنین است بعد تقریبا از هفته هفتم بارداری یعنی خانم که بارداره هفته هفتمش از اون موقع بعد آروم آروم تو رحم بند ناف شروع میکنه به شکل گرفتن و از تقریبا پایان هفته دوازدهم یا تقریبا اینجوری بهتون میگم اون خانم باردار بارداره سه ماهشه دیگه از سه ماهگی به بعد تا نهمگی که حالا بچه به دنیا میاد دیگه بندناف کاملا جای کیسه زرد رو میگیره و کیسه زرده بین میره یعنی اون سه ماه اول تقریبا از هفته هفتم بندناف میاد کمک ولی دیگه از دوازدهم به بعد دیگه خود بندنافه تو اون سه ماه اول تقریبا که کیسه زرده تا از بین نرفته تولید گلوبول قرمز رو برای ما داره بعد از کیسه زرده کبد کتاب اشاره بهت میکنه میگه کبد و اینا بعد از کیسه زردن اول کیسه زرد است بعد کبد و تحال و گرای لنفی آروم آروم بعد میاد دیگه تو مغز استخوان در یک فرد بالغ مغز قرمز استخوان وظیفه اصلی رو داره تو مغز قرمز استخوان حالا بچه من اینجا قرمز رو یادم میاد شبیه حتما تاکیدا بنویسینا مغز قرمز استخوان تو مغز استخوان بچه‌ها ما سلول‌هایی داریم به نام سلول‌های بنیادی این سلول های بنیادی شروع میکنن با تقسیماتشون سلول های خونی رو برای ما میسازن اما چه به تو گفتم تو مغز قرمز و استخان ما سلول های بنیادی یا یاخت های بنیادی داریم که اینا یاخت های خونی رو بر ما میسازن این تیکه بس خیلی خوب گوش کن حالا من اصول اولیه رو پای تخته نوشتم یه سری دیگر رو مینویسم یه سری رو میگم شما خودتون بنویسیم آقا یاخته های بنیادی در مغز قرمز و استخان اینا شروع میکنن به تقسیم شدن اولا اینو بهتون بگم تقسیم شدن سال آیده فصل شیشمون یعنی تو کتاب زیست یازده هم فصل شیش میریم سراغ بحث تقسیم سلول ها که اونجا میبینین تقسیم سلول ها و تقسیم هسته شون دو مدل میوز داریم میتوز داریم میوز بحث های جنسی و اینهاست که حالا میرسیم بهش بحث میتوز تو اینجاست یعنی این تقسیم که اینجا کتابم برای شما اشاره میکنه سلول بونید. تقسیم میشه تقسیم برای خودت هم بنویس بالای کتاب نوشته تقسیم میشه بالاش بنویس میتوز تقسیم اون میتوز هست که چگونگی میتوز باشه برای سال آینده اما یاخته بنیادی بچه یه تقسیم میتوز میده میشه دو تا دو نوع سلول لنفوئیدی و سلول های ها می میلوئیدی سلول لنفوئیدی اصلا اسمش روشه لنفوئیدی لنفوسیت میسازه برای ما لنفوسیت ها بچه دو مدل هست لنفوسیت تی و لنفوسیت B. من اینا رو کامل بد میگم میلویدی برای ما 6 تا 6 نوع سلول میسازه مونوسیت، نوتروفیل، اوزینوفیل، بازوفیل، مگاکاریوسیت و گلول قرمز نابالغ همه اینا نکته داره و همه اینا بحث داره ها اول بیا اینجا با... من یه توضیح بدم تو گلولای سفید که کاملا اینجا متوجه بشی آقا گلولای سفید بچه دو مدلن. اول اینو بدون همه ی های سفید تکسته ای همه ولی هسته هاشون مدل های متفاوت داره که حالا تو متر میگیم نکاتش بهتون میگم علامت بزنیم و همهشون تک هسته اما دو مدلن، سیتوپلاسم یک سریاشون ها هاشون دانه داره سیتوپلاسم یک سریاشون بدون دانه است دانه رو استراهم بهش میگن گرانول برای همین اونایی که دانه دارن بهشون میگن خانواده گرانولوسیت اونایی که بدون دانن یه آب نشونه تضاد ده دیگه گرانولوسیت سیت. گرانولو سیتوپلاسم دانه دار آگرانولوسیت سیتوپلاسمشون بدون دانه یعنی اینا گرانول دار سیتوپلاسمشون دانه دار گرانول اونا بدونه پس دو تا خانواده گلوله سفید خانواده اول آگرانولوسیت. و گرانولوسید سیت ها بچه ها خانواده بدون سیتوپلاسشون بدون دانست و گرانول ندارن این دو مدلن کیا اسمشون هم شبیه همه مونوسید و لنفوسید اینا سه مدلن فیلا کیا نوتروفیل بازوفیل و اوزینوفیل فیلدارا جز اون دانه داران گرانولوسیتان بدون دانه های آگرانولوسیت ها, آگرانول ها، اونایی که سیتی هم مونوسیت لنفوسیت لنفوسیت لنف دو مدل تیو بی اول انواع گلوبولای سفید رو میخواستم بهت بگم اینو فهمیدی پس گلوبولای سفید دو مدلن بر اساس اینکه ببینید تو سیتوپلاس میشون دانه دارن گرانول دارن یا ندارن داشتن میشن خانواده گرانولوسیت ها نوتروفیل بازوفیل اوزینوفیل نداشتن خانواده آگرانولوسیت ها سینی سیتوبلسشون بدون دانه است مونوسیت و لنفوسیت اما اینا چی آقا چی کار میکنن هر کدوم میخوام نکاتشو بهتون بگم اما بچه بریم رو حالا یاخته های بنیادی تو مغز قرمز استخوان گفتم سلول های بنیادی ما تقسیم که شدن تقسیم میتوز دادن میشه لنفویدی میلویدی لنفویدی برای ما لنفوسیت ها رو میسازه الان دیگه میتونه بگی لنفوسیت یک گلول سفید یک سیتوپلاسمش بدون دانه چون از خانواده آگرانوسیت هستش حالا لنفوسیت بچه خودش دو مدل داره لنفوسیت تی و لنفوسیت بی ببین در کل لنفوسیت کماندوهای بدن چیریک چریکای بدن یگان ویژن بدن کمیاره اینا رو صدا میکنه حالا سال آینده فصل 5 تو زیست 11 هم. بحث ایمنی و دفاع رو داریم ما دفاع بچه دو مدل غیر اختصاصی اختصاصی اینا تو دفاع اختصاصی هن. دیگه مرحله آخره تیر آخر بدن اینان دفاع اختصاصی هم اسمش روشه اختصاصا با یه عامل بیمار رو مقابله میکنه برای همین اینا کاراشون اختصاصیه لنفوسید تی برای خودتون بنویسید لنفوسید تی بچه به سلول حمله میکنه یعنی چی؟ سلول آلوده به ویروس سلول سرطانی به اینا حمله میکنه یه سلولی که الان اختلال ایجاد کرده حالا یا سرطانیه سلول سرطانی این میره بهش حمله میکنه یا سلولی که آلوده به ویروس شده ویروس اومده تو سلوله این سلول آلوده به ویروس شده سلول خودی بوده، ببین اینا بهتون میگم جالبه لنفوسیتی به سلول های حمله میکنه که یک زمانی خودی بودند لنفوسیتی تی اون سلول سرطانی یه زمانی سلول خودی بوده بعد شده سرطانی سلول خودی بوده ویروس رفته شده سلول آلوده به ویروس بهش حمله میکنه پس تی به سلول آلوده به ویروس و سلول سرطانی حمله میکنه یه جای دیگه هم کاربرد داره که به سلول های غیر خودی حمله میکنه اون کیه اصطلاحا میگن اورگن ترانسپلنت یا پیوند عضو شنیدین ببین وقتی پیوند عضو انجام میدن بعد میگن اون عضو پس زده اصطلاحا میگن پیوند پس زده نگرفته چرا نگرفته اینه لنفوسیت تی اون سلول های مثلا دست و پیوند زدن خب لنفوسیت داره میگرده میبینه این سلول خودی حمله میکنه بهش وقتی حمله کرد دیگه اون عفونت میکنه و میگن پیوند پس زده بعد اون کبد رو مثلا پیوند زدن دوباره دراره پس تو سه جا فعالیت داشت بر خود نوشتی حمله به سلول آلوده به ویروس حمله به سلول سرطانی و حمله به سلول های غیر خودی کجا تو پیوند عضو وقتی که پیوند عضو پس بزنه لنفوسید بی این هم عین همونه یک گلبول سفیدیه که از خانواده آگرانولوسیت بدون دانستیت و بلاسمش با عوامل میکروبی مقابله میکنه یعنی به خوده ببین لنفوسید تی ویروس رو ببینه سلام علیک میکنه رد میشه کاری بهش نداره به سلول آلوده به ویروس کار داره به خود ویروس کاری نداره ولی لنفوسید بی به میکروب به خود میکروب کار داره به خود اون میکروب کار داره و اونو میزنه داغون میکنه که روش هاشون چیکو چه جوری میزنن داغون میکنه اینا بمون ان سال آینده فصل پنج بهتون اما سلول های میلوئیدی برای ببین اینم بهتون بگم لنفوئیدی فقط و فقط گلبول سفیدی میسازه که سیتوپلاسمش بدون دانه است یعنی لنفوئیدی فقط آگرانوسیت میسازه اما میلویدی هم آگرانوسیت میسازه بدون دانه هم دانه دار بدون دانش مونوسیته ولی این سه تا نوتروفیل اوزینوفیل، بازوفیل دانه دار یا گرانوسیته علاوه بر گلبول های در کل مگاکاریوسیت برای ما میسازه و گولبول قرمز ناپاله حالا هر کدوم اینا میخوام دوباره توضیح بدم مونوسیت یکی از گلبول های سفید ماست از خانواده آگرانوسیته از این خانواده است و سیتوپلاسمش بدون دان است مونوسیت بچه خودش خاصیت فاگوسیتوز داره فاگوسیتوز هم میدونید یعنی ذره تو خون راه میره آتش خالی چیزی ببینه ذره میکنه اما یه کلیت بهتون میگم بچه همه گلبول های سفید ما اینا همه گلبول های خونی چند تا ویژگی دارن اینا رو برای خود داشته باش همه گلبول سفید های خونی آقا مگه گلبول سفید غیر خونی هم داریم آره میخوام امروز بهت معرفی کنم چند تاش این گلبول سفید های خونی این 5 تا یک توانایی دیابتز دارن بز بنویسم دیاب, دیاب دز یعنی چی یعنی اینکه میتونن وقتی تو مویرک داره عبور میکنه میخواد بره تو بافت میتونه دیابتز کنه دیواره مویرگ عبور کنه از خون بیاد بیرون بره تو بافت به میگن دیابتز تمام این پنج تا این خاصیت رو دارن فقط دیابتز بچا فرایندی که این گلوله سفید خونی عبور کرد دی اون باید مویرگ باشه سرخ و سیاه نمیتونه باشه چون سرخ و سیاه رگ میدونه سلاین زخیمن دیابتز انجام نمیشه از دیواره مویرگ دو ضمنا مویرگ اون باید مویرگ خونی باشه نه هر مویرگی آقا مگه مویرگ غیر خونی هم داریم آره مویرگ لنفی دیابتز نیست گلول های خونی سلول های خونی گلوله سفیدی اینا این پنجتا از مویرک های لنفی دیابتز نمیکنن از های خونی دیابتز میکنن یه دیگه ویژگی دیگه, این گلوله سفید ما عمرشونه از چند روز تا چند هفته عمرشونه اما مونوسیت زمانی که دیابتز کرد از مویرک اومد بیرون رفت تو بافت اومد تو بافت دو مدل میتونه باشه یعنی دو شکل میشه و دیگه هم به خون بر نمیگرد یعنی رفت تو باف دیگه تو باف میمونه فقط دیگه مونوسید نیست اونجا شکلش عوض میشه میشه, میشه چی؟ ماکرو فاج که تو بحث تنفس دیده بودیم تو دیواره هوابکا حضور داشت و سلولهای های دارینه ای که اینا رو سال آینده ایشالله کامل بررسیش میکنه من یه کلیاتی فقط بهتون میگم بچه فاج و دارینه ای اینها ذره فاگوسیتوز کنندن ماکروفاژ که اصلا دیگه باش آشنام هستین تو دیواره هوبکم بود اینها بچا ها تو خون نیستن ها. تو مویرای خونی نیستن اینا خاصیت دیابتز ندارن چون اصلا تو خون نیستن که دیابتز کنن بیان بیرون اینا بیرونن تو بافتن برای همین یادتون باشه خاصیت دیابتز رو همه های سفید ندارن باید بگه همه های سفید خونی دیابتز میکنن بله, بله همه گل... اینا سفیدن ولی اصلا تو خون نیستن که دیاب تست اینم تو تست حواستون باشه پس مونوسیت اگه به این تبدیل شد آها میخواستم این استثنا هم بهتون بگم عمرشون مثلا چند هفته است وقتی دیاب میکنه میاد تو باف تبدیل میشه به ماکروفاژ ماکروفاژ دیگه خیلی عمر میکنه پیرمرد هم است تا یک سال میتونه زنده بمونه مثلا گلول قرمز ها عمر میانگیرش تقریبا 120 روز یعنی 4 ماه یه گلول قرمز ساخته میشه تا به این بره 4 ماهه اما این دیگه خیلی عمر میکنه یک سال از عمرش می‌گذره نوتروفیل نوتروفیل برای خودتون بنویسید کارش بچا فاگوسیتوز ذره خاریه خیلی هم چابکه خیلی هم سریه خیلی هم به ما کمک میکنه تو محلهای عفونت‌ها سری خودش رو میرسونه دیابتز میکنه میره تو محل عفونت شروع میکنه به کمک ماکروفاژی که اونجا حضور داره ذره خاری کردن و اینها که حساش هم میبینیم حسای چند قسمتی داره اینا شکل ظاهرشون هم تو کتاب براتون بررسی میکنم نکاتش بهتون میگم ایوزینوفیل بچه یک دسته از گلوله سفته این نوتروفیل از خانواده فیل ها فیل اینا فیل یعنی چی بود بهتون گفتم گرانولوسیتن گرانول دارن دانه دار سیتوپلاسمشون پس بدون این دانه دار اوزینوفیل از همون خانواده فیل هاست خانواده گرانولوسید و گرانول و دانه دار سیتوپلاسمش کجا کار میکنه در عفونت های انگلی مثل کرمه کدو تو های انگلی این زیاد میشه تو آلرژی حساسیت ها مثل آسم و اینا زیاد میشه تو عفونت های انگلی این دانه هاش بسته بندی از آنزیم های تجزیه کننده داره که حالا ان شاءالله کامل ترش به اون آینده فقط در همین حد بدون تو عفونت های انگلی این بس تو این بسته بندی هاش, تو این دانه هاش تو گرانولاش چون گرانول داره دیگه مواد ضد انگل داره این های تجزیه و هیدرولیز کننده قوی اینا رو با فرایند اگزوسیتوز رو سر این انگلا فهمیدین چیکار میکنه یعنی با اگزوسیتواز مواد ضد انگل ترشح میکنه برای همین تو عفونت های انگلی خیلی این کارایی داره یعنی بهت گفتن گلول سفیدی که در عفونت های انگلی اینه منظورشون اوزینوفیله که از خانواده گرانولوسیت هاست بازوفیل بازوفیل بچا دو تا ماده داره کارش با این دو تا ماده است حالا این اینو اینجا بنویسم چون جانیس یکی هپارین یکی هیستامین هپارین یه ماده ضد انعقاد خونه آقا یعنی چی بازوفیل خب یه گلوله سفید خونیه دیگه تو خون داره راه میره بعد تو مورگ و رگ و اینا داره رد میشه یهو میبینه مثلا یه جور لخته شده خون منعقد شده خون گرفته رگه سری هپارین میزنه لوله باز کنه میزنه را رگو باز کنه اما دیگه خیلی خون لخته شده زیاد باشه زورش نمیرسه در حد خیلی کم هپارین میزنه پس این ماده چیه ضد انعقاد خون که تو خون داره رو میره تو رگا میزنه لوله رو باز میکنه هیستامین گشاد کننده رگه زمانی که مثلا تنگ میشه یا زمانهای خاص زمانهایی که نیاز رگ گشاد بشه که خون رسانی بیشتر بشه اینها یکی از کارهایی که بازوفیل میکنه اینه با ترشح هیستامین باعث گشاد شدن رگ میشه اما یه نکته تست هم همینجا بهتون بگم بچا هیستامین همیشه باعث گشاد شدن گشاد شدگی نمیشه گاهی باعث تنگ شدگی هم میشه مثلا تو آلرژی و حساسیت ها یکی از موادی که تو حساسیت ها و آلرژی هست همین هیستامینه برای همین کسایی که حساسیت دارن قرص آنتی هیستامین میخورن چون آنتی زده ضد هیستامینیه که ترشح شده این هیستامینی که تو حتی اون هیستامینی که تو آلرژی ترشح میشه در بدن از این نیست از یعنی بازوفیل ترشح نمیکنه هیستامینی که یه سلول دیگه به نام اون ترشح میکنه که حال کاری نداره اما هیستامین تو بدن موجب اون Uh, ویژگیهایی میشه که یه فرد که حساسی مثلا هی عطسه میکنه هی خارش پیدا میکنه قرمز میشه همین علائم به خاطر هیستامین است برای همین قرص هیستامین میخوره رفت میشه آسم یکی از آلرژی هاست هیستامین تو بدنش زیاد شده بله چون آلرژی حساسیت اما اینجا هیستامین یه کار استثنایی میکنه همه جا همیشه کارش گشاد شدن گشاد شدگی بود تو آسپ یه حساسیت هیستامین باعث تنگ شدگی میشه تنگ شدی کجا تو کیسه های مون تو نایژکا باعث تنگ شدگی میشه فرد نفسش بند میاد آسمیا اینجوریه برای همینه میخواستم اینو بهتون بگم که هیستامین همیشه باعث گشاد شدن نمیشه ولی یک کار اصلیش گشاد شدن رگ هاست این هم بدون پس اینم بازوفیل اینا همه های سفید بودن که بهتون گفتم اما میلوئیدی علاوه بر اینها مگاکاریوسیت و گلوبول قرمز هم برای ما میسازن خب اینجا رو تمیز کردم به خاطر اینکه راحت بتونیم الان خب نکته بنویسم این دوتا رو بهتون بگم مگا کاریوسید بچه و سلولیه که هسته داره اصلا اینو یادت باشه سلول‌هایی که بچه از لنفویدی و میلویدی حاصل میشن همشون هسته دارن همشون اینم هم بگم آخه ترکیبی با اینکه سال آینده می خونید ولی ترکیبی بدون هسته بچه محل قرارگیری بیشتر دین دی ای سلوله محسته محل قرارگیری بیشتر دی ان ای سلول آ چرا میگی بیشتر دی ان ای مگه همه دی ان ای ما تو هسته نیست نه ما دو تا اندامک ما که نه البته کلا سلول ها دو تا اندامک هستن که خوشون دی ان ای دارن ما یه دونه شو داریم ولی گیاه هر دو تاشو دارن کیا کلروپلاست و میتوکندری اینا هم بچه برای خودشون دی ان ای جدا دارن الان تو سلول های ما ما یه دونه دی ان ای سیتوپلاسمی داریم یه دی ان ای هسته‌ای داریم دی ان ای هسته اونو که تو هسته است دی ان ای سیتو دی ان ای که تو میتوکندریه حالا اینو میخوام بهتون بگم یعنی منظورم اینه تمام اینا هسته دارن تمام اینها دی ان ای هسته‌ای هم دارن کروموزوم هاشون در هسته اینا همه دارن مرحله اول اینا وقتی بالغ میشن مشکل ایجاد نمیشه اما مگاکاریوسید و گلبول قرمز نابغه یه اتفاقی براش میفته مگاکاریوسید هستش از دست میده هسته رو از دست میده بخش سیتوپلاسمی چون آقا برای همین الان تو مرد خیلی بچه ها گیر میدن آقا چرا میگه بخش سیتوپلاسمیش قطعه قطع, قطع میشه خب مرد حساب یه سلول هستهشو بگیر این چی میمونه تو دوست داری به این چی بگم بخش سیتوپلاسمی نگم چی بهش بگم هستهشو از دست داده دیگه یه سلولی که کلا یه بخش سیتوپلاسمیه اینی که میمونه که هستش رفته که ما بهش میگیم بخش سیتوپلاسمی شروع میشه به تیکه تیکه شدن تیکه تیکه میشه به هر تیکش حالا من به اینا میگم پلاکت فهمید پس پلاکت چرا میگه قطعه ای از یافته داستانش اینه مگاکاریوسید اون سلول اصلی ماست حسش رفت شد یه بخش سیتوپلاسمی تیکه تیکه شد به هر قطعه یا تیکش میگیم پلاکت تو ساختار این پلاکت هم بهت گفتم دو تا پروتئین داریم بنام آکتین و میوزین که مهمه تو بحث انعقاد خون کار دارن باش گلوله قرمز نابالغ که خیلی مهمه این بچه هاوی هسته و اندامک هاست یه سلول کامله دیگه وقتی نابالغ الان میخواد بالغ شه هستش رو از دست میده و این خیلی مهمه بیشتر اندامک هاش هم از دست میده خیلی یکی از اون اندامک هایی که مثلا دست میده دوست خوبم میتوکندریه نکته تستی که خیلی بهش توجه نمی‌کنن در گلول قرمز نابالغ ما اندامک های مختلف رو داریم هستم داریم ولی وقتی بالغ شد اندام بیشتر اندام... بسیار از اندامک رو از دست میده هستش هم از دست میده یعنی در گلوله ق... بعد میشه بالغ دیگه وقتی این کارا رو شد شد گلوله قرمز بالغ اون چیزی که ما میشناسیم در گلگول قرمز بالغ اصلا دی ای وجود نداره این خیلی مهمه بدونی اصلا وجود نداره دی ای آقا چرا؟ یک دی این ای هستش از دست داد دی ای سیتوپلاسمی. در سلول جانوری دی این ای سی تو فقط تو میتوکنری خب میتوکنریش هم از دست داد کل هیچ دی ای وجود نداره DNA ای وجود نداره من میدونم دی ای یه پلیمره دیگه بهتون گفته بودم یه زنجیره است پلیمره واحداش چی بودن نوکلوتید اینا چسب بوده بودن دی ای ساخته بودن پس در گلول قرمز بالغ ما نوکلوتید دیده نمیشه دی ای دیدن اصلا نداره چون هم بیشتر اندامکاشو از دست داده هم هستش این خیلی مهمه تو تستا وقتی این عدس میده بچه حالا سیتو چون دیگه هسته که نداره دیگه این چیزی که میمونه که دو طرفش هم مقرر میشه که بتونه راحت از مویرک ها اینا عبور کنه پر میشه از هموگلوبین که میشناسیم هموگلوبین و هموگلوبین چهار تا رشته پولیپفتیدی بود به هر سرش هم وصل بود و تو هر هم هم یه دونه اتم آهن بود که این اتم آهن میتونست هر کدومشون با یه دونه مولکول اکسیژن یا او دو در مجموع این هموگلوبین چهار مولکول اکسیژن یا هشت اتم اکسیژن بهتون گفته بودم میتونه پیوند برگشت پذیر برقرار بکنه و دیگه کاملا میشسین این گلو قرمز یعنی سیتوپلاسمش پر میشه از هموگلوبینه که این هم نکته مهم بود در واقع مونوسی اینا هم بهتون بگم اینها لنفوسید تی لنفوسید بی مونوسیت نوتروفیل اوزینوفیل، بازوفیل مگاکاریوسید گلو قرمز نوارق به صورت مستقیم از سلول های بنیادی حاصل شدن اما بعدا مثلا میگه ماکروفاژ اینو بدونید ماکروفاژ به صورت غیر مستقیم دیگه اول اینو ساخته میلویدی یعنی به صورت غیر مستقیم جدش کیه میلویدی دارینه جدش کیه میلویدی به صورت غیر مستقیم مست... این بعد بر... اینا نوهن یعنی منظورم اینه اینا نوه اینا بچه ها اینا این به صورت غیر مستقیم جدش برمیگرده به این پس بدونید تو تست اگر دیدی مثلا سلول های میلویدی به صورت غیر مستقیم بیگان خارهای بافتی را می سازد درسته بیگانه خارهای بافتی منظورش ماکروفاژ مثلا داری نه میتونه باشه که جواب کاملا درسته تو این گلوبول های سفید بچه اینو بهتون بگم لنفوسید تی و لنفوسید بی به هیچ عنوان خاصیت فاگوسیتوز ندارن اینو یادت باشه یعنی لنفوسید و لنفوسید بی به هیچ عنوان خاصیت فاگوسیتوز ندارن نوتروفیل که داره مونستم که در خون داره که حالا بره بیرونم که تو بافتم حتی تبدیل و درینی اونم فاگوسیتوز میکنن فاگوسیتوز کننده هستن در طب اوزینوفیل هم بدونید بچه خاصیت فاگوسیتوز داره ولی بله خیلی کم تر. این خیلی کم چون تو بحث افونت های انگلی و اینها با ترشح مواد ضد انگل که بهتون گفتم تو اون دانه هاشه چون از خانواده دانه دار دیگه تو اون دانه ها مواد ضد انگل داره که آنزیم های درست کننده قوی تجزیه کننده ترشح میکنه و کمک میکنه به ما امیدوارم این جلسه هم براتون اطلاعات خوبی رو داشته باشه تا جلسه آینده یعنی که ایشالله برسم برسم در برسم برسم همه تون